پیدکشم تو پراثیر تو وقتی سرباز آلمانی وارد خانه شد و پدر من را تهدید کرد، من وحشت زده شدم و از پنجره آشپزخانه به بیرون پریدم. من تحمل دیدن آنچه که قرار بود او با پدرم انجام دهد را نداشتم، چون تاکنون هم چنین چیزی ندیده بودم. النی اشفاندوریس در روز 10 ژوئن سال 1944 12 ساله بود. در آن روز روستای او صحنه یکی از بدترین جنایات انجام شده توسط نیروهای نازی بود که به کشتار دیستوما معروف شد. حتی امروز نیز خاطرات النی از آن روز واضح و روشن هستند. اگه فرار نکرده بودم، شاید می توانستم یکی از خواهرانم را نجات دهم، چون من خواهر بزرگتر بودم. اونها خانواده من رو بیرون بردن و با مسلسل اونها رو کشتن. مغز مادرم روی زمین در خیابان متلاشی شده بود. مادر بزرگم اجساد آنها رو پیدا کرد. Ολόκληρη από πολυβόλο τη μητέρα μου. Τα μυαλά της λέει είχαν σκορπιστεί στο δρόμο και τα βρήκε η γιαγιά μου, σκότωσαν και τον παππού μου. در آن روز سرنوشت ساز نیروهای اس اس به جستجوی خانه به خانه پرداختند و 218 فرد غیر نظامی را در دیستوما قتل عام کردند. این کشتار بخشی از اقدامات تلافی جویانه در برابر حمله چریکی به سربازان نازی بود. بازماندگان موفق به فرار از کشتاری شدند که در آن نوزادان و زنان باردار با چاقو به قتل رسیدند. امروز دیستوما نمادی است از درد و رنجی که یونان در جریان اشغال نازی‌ها در جنگ جهانی دوم متحمل شد. بسیاری از یونانی ها معتقدند که این درد و رنج هرگز به طور رسمی توسط آلمان به رسمیت شناخته نشده و غرامتی بابت آن پرداخت نشده است. کریستوس پاپانیکولاو تمام عمرش را در دیستوما سپری کرده است. او داوطلبانه به عنوان مسئول این بنا یاد بود کار می کند. در بچگی فکر میکردم که در این روستا فقط زنان مسن حضور دارند، چون همه لباس سیاه به تن داشتند. سالها طول کشید تا ما در این روستا صدای خنده و یا موزیک بشنویم. نقطه اوج و برجسته آن هم هر روز عصر بود، وقتی همه مردم، بچه های کوچک و زنان مسن لباس سیاه به تن میکردند و به قبرستان میرفتند. Μεγάλοι γερόντι και τα λοιπά, για να πάνε στο κημητήριο, στο νεκροταφείο, με μαύρα. کریستوس میگوید که نه تنها یونانی ها بلکه آلمانی ها هم از این بنا یاد بود بازدید کردند. آلمانی هایی که درخواست بخشش میکردند، در حالی که او آنها را مقصر نمیداند. هیچگاه توافق صلحی با یونان منعقد نشد و این جریان از نظر قانونی هم مختومه نشده است، زیرا با اینکه آلمان مقداری پول پرداخت کرده، ولی این پول برای اهداف خاصی پرداخت شده و غرامت قربانیان نبوده است. تا دوشن یا سیگکریمنو سکوپو که اوهی یا اپوزیمیوسی ستیماتون. پدر کلی و کریستینا وکیلی بود که ادعای غرامت جنگی معادل 30 میلیون یورو را برای خانواده قربانیان دیستوما درخواست کرده بود. علیرغم اینکه این دادخواست مورد تایید دیوان عالی یونان قرار گرفته، اما این پرونده همچنان منتظر امضای وزیر دادگستری یونان است. به دلیل رفتار نازی‌ها در برابر شهروندان یونانی و بستگانشان که اکنون ادعای غرامت می‌کنند، موضوعی اخلاقی در مورد آلمان وجود دارد. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کمترین کاری که می‌توان کرد عذرخواهی است و همیشه موضوع غرامت در کنار جنبه اخلاقی آن حاضر است. در نتیجه یک وظیفه دوگانه وجود دارد. این را ما نمی‌گوییم، بلکه دستگاه قضایی و قانونی این را می‌گوید. که اپوزدیپوته که تیس ایلیکیس اپوزیمیوسیوس το οποίο δεν το λέμε εμείς, το λέει η δικαιοσύνη. غرامت جنگ و ادعا کردن آن از آلمان به عنوان یک وظیفه اخلاقی یکی از وعده‌های اصلی الکسی سیپراس نخست وزیر یونان در جریان تبلیغات انتخاباتی بود. آتن این غرامت‌ها را معادل 280 میلیارد یورو تخمین زده است. این غرامت محدود به پرداخت خسارت به قربانیان نمی‌شود، بلکه وام‌های اجباری، آثار باستانی به سرقت رفته را هم شامل می‌شود. آلمان همچنین به وام‌هایی که به یونان نه تنها از زمان عضویت آن در حوزه یورو، بلکه از زمان بحران حوزه یورو داده است، اشاره می‌کند. اما این مرد در آلمان به دنبال اثبات خلاف این مسئله است.
مانولیس کلوزس یک اسطوره زنده است. این سرباز 92 ساله جنگ جهانی دوم زمانی که پرچم نازی‌ها را در سال 1941 از آکروپولیس به پایین کشید تبدیل به یک قهرمان شد. او دهه‌ها برای پرداخت غرامت‌های جنگی مبارزه کرده است. امروز او در هامبورگ مهمان حزب کوچک و چپگرای دی لینک است. گفتو پروتینو که سساس نمو پیته مانولی دس اخومه انگی اپو تورا که سکسیس θα προχωρήσουμε χωρίς να σε έχουμε ανάγκη. Το θέμα موضوع غرامت‌های جنگی تاکنون موضوع مربوط به یونان بود. وقتی من عضو پارلمان اروپا شدم، موفق شدم که این موضوع را به سطح اروپایی برسانم و در نتیجه موضوعی اروپایی شد. حالا در جریان این سفر جاده‌ای امیدوارم که بتوانم آن را با مردم آلمان مطرح کنم تا تبدیل به موضوعی مربوط به آلمان شود. زیرا من واقعا معتقدم که این مسئله از طریق مردم آلمان حل خواهد شد. اما منتقدان در آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که ادعای غرامت جنگی با بحران بدهی 300 میلیون یورویی یونان همزمان شده است، مبلغی که تقریباً به اندازه میزان غرامت درخواستی است. ما با اینکه یکی از این مسائل مسئله دیگر را پاک کند مخالفیم. ما در مورد میزان پول یکسانی حرف نمیزنیم. مقدارشان یکسان نیست. همه اینها هم تبلیغات است. آنها در تلاشند تا درخواست ما را نامشروع جلوه دهند. شکی نیست که نامشروع جلوه دادن آنچه بسیاری از یونانی ها آن را یک بی‌عدالتی تاریخی می‌دانند، دارای جنبه بسیار عاطفی است. این جنبه عاطفی هنگامی قوی‌تر می‌شود که در نظر بگیریم که آلمان کشوری که آنها هدف قرار دادند، همان کشوری است که آنها آن را مقصر بزرگ سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط ترویکا به یونان می‌دانند. این بخشی از تبلیغات انتخاباتی حزب چپگرای سیریزا بود تا به آلمان فشار بیاورد. بعد از انتخابات سیپراس خودش تلاش کرد تا به آلمان فشار بیاورد تا به این ترتیب از نظر سیاسی این مسئله را نزد افکار عمومی یونان جا بیندازد. با این وجود آنچه مهم است این است که در جریان کنفرانس خبری با صدر اعظم مرکل در برلین او گفت که این تنها یک مورد اخلاقی است و مسئله اقتصادی نیست. این امر چرخشی در رویکرد نخست وزیر یونان در قبال موضوع غرامت‌های جنگ و تاراج پول یونان در زمان اشغال محسوب می‌شود. Of the Greek Prime Minister regarding the war reparation and also the occupation loan. همچون مذاکرات مربوط به بدهی‌های یونان، موضوع غرامت‌های جنگ موضوعی طولانی و پیچیده و همراه با جنبه احساسی است که زمان برخواهد بود. آمریکا تحمل آن دیگر برای برخی ممکن نیست. هرگز فکرش را هم نمی کردیم که بتوانیم درخواست غرامت کنیم، حتی نمی دانستیم که می توانیم چنین تقاضایی داشته باشیم. ما به فکر خانواده های ما بودیم که از دست دادیم و به غرامت فکر نمی کردیم. دیگران بودند که این امر را به ما یادآوری کردند و گفتند حق دارید که چنین درخواستی بکنید. ما هرگز آن را باور نداشتیم و من هنوز هم باور ندارم که بتوانیم غرامتی بگیریم. اکنون برای من خیلی دیر است. زمانی که من به آن احتیاج داشتم امکانش وجود نداشت. Αποζημίωση.